درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. ستادهای قالیباف و جلیلی یکدیگر را عامل شکست در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کردند. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری نامه تعیین جانشین رهبری را تکذیب کرد. ورود فاضلاب به آب شهری ساکنان رضوان شهر را راهی بیمارستان کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکره با واسطه با آمریکا ادامه دارد. اجلاس سه روزه رهبران 32 کشور عضو ناتو قرار است که از روز سه‌شنبه در شهر واشنگتن آغاز به کار کند. یک مقام حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه با آغاز مذاکرات مبادله گروگان‌ها و زندانیان بدون آتش‌بس دائم موافقت کرده است. و بر اساس داده‌های سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک، ماه جون گذشته گرم‌ترین ماه جون ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 8 جولای 2024 میلادی برابر است با 18 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. سه روز بعد از پایان انتخابات 14 ریاست جمهوری ایران که با پیروزی مسعود پزشکیان نامزد اصلاح طلبان پایان یافت، جریان اصولگرای موسوم به جبهه انقلاب دچار اختلاف شده و هر دو ستاد محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی یکدیگر را عامل ناکامی در انتخابات معرفی می کنند. از سوی دیگر تاکید بر آرای قومیتی مسعود پزشکیان یکی دیگر از محورهای بحث و جدل پسا انتخاباتی اصولگرایان برای اشاره به شکست خود است. ستاد محمد باقر قالیباف در بیانیه‌ای علت ناکامی اصولگرایان در این انتخابات را سعید جلیلی معرفی کرده و گفته است که اگر او پیش از برگزاری دور اول کنارگیری کرده بود، جبهه انقلاب شکست نمی‌خورد و پایان دوران ابراهیم رئیسی رقم نمی‌خورد. این ستاد با اشاره به جلسه سه نفره قالیباف، جلیلی و یکی از چهره‌های شاخص جبهه مقاومت گفته است که تأکید دلسوزان نظام برای کنارگیری جلیلی به دلیل بالا بودن دکتر قالیباف در نظرسنجی‌های دو قطبی و همچنین امکان دو قطبی سازی و ایجاد ترس از جلیلی توسط رقیب بود که دیدیم اتفاق افتاد. ستاد آقای قالیباف به نام آن چهره شاخص مقاومت اشاره نکرده، اما در روزهای منتهی به دور اول انتخابات نام اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان فرد حاضر در این جلسه مطرح شد. حضور قانی در این جلسه اصولگرایان که در مشهد برگزار شد با انتقادهای زیادی روبرو شد، مبنی بر اینکه چرا یک فرمانده نظامی در سیاست دخالت می کند. استدلال های طرفداران قالیباف و ستاد او با واکنش امیر حسین ثابتی نماینده مجلس و مشاور ارشاد سعید جلیلی روبرو شده که در یادداشتی در کانال تلگرامی خود گفت بر اساس شاخص مقبولیت جلیلی رأی بیشتری داشت و طبیعتاً باید در صحنه باقی میماند و بعد از پایان دور اول هم معلوم شد که رأی او حدود سه برابر قالیباف بوده است. ثابتی با انتقاد از محمد باقر قالیباف مدعی شده که اگر او به نفع جلیلی کنار می رفت، جلیلی می توانست همان دور اول کار را تمام کند. احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی سه هفته بعد از انتشار نامه‌ای به تاریخ 27 خرداد ماه سال 1403 و با سربرگ ستاد انتخاباتی سعید جلیلی درباره تعیین جانشینی خامنه‌ای صحت آن را تکذیب کرد. وی این نامه را به تلاش‌های دشمن نسبت داد. در این نامه آمده که تایید صلاحیت مسعود پزشکیان از تدابیر علی خامنه‌ای بوده است، چرا که انتخابات سال 1402 مجلس شورای اسلامی به خاطر شیطنت دشمنان تنها با حضور 8.7% واجدین شرایط برگزار شد. این در حالی است که احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی
میزان مشارکت در انتخابات سال 1402 مجلس شورای اسلامی را 41% اعلام کرده بود. نامه همچنین می‌افزاید که این میزان نازل مشارکت زنگ خطری برای خامنه‌ای بود که تدبیر لازم رهبری برای انتخابات آتی را می‌طلبید. نامه ادعا می‌کند که از این رو خامنه‌ای به پزشکیان مأموریت دادند تا با ایجاد هیجان انتخاباتی زمینه افزایش مشارکت را مهیا کرده و نگذارند که توطئه دشمن در انتخابات ریاست جمهوری تکرار شود. این نامه با امضای محسن منصوری، رئیس ستاد سعید جلیلی، خطاب به روح الله بیات، معاون سازماندهی این ستاد نوشته شده و در آن تاکید شده که نامه لطفاً محرمانه بماند. زندانیان کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در 24مین هفته اعتصاب قضایی خود در مورد افزایش احتمالی اعدام ها بعد از انتخابات هشدار داده و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کردند. آنها از مردم و سازمان‌های حقوق بشری خواستند تا در مخالفت با اعدام و حمایت از زندانیان محکوم به اعدام به ویژه شریفه محمدی فعال‌تر شوند. این زندانیان که در زندان‌های مختلف کشور پراکنده هستند، با اشاره به تجربه افزایش اعدام‌ها بعد از هر یک از انتخابات گذشته در حکومت جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری و بازداشت رعنا کرکر، خواهر یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام را نشانه ای از این روند نگران کننده دانستند. یک منبع نزدیک به رویا ثابت، شهروند بهایی، میگوید جان این زندانی در ایران در خطر است و او در تماس تلفنی روز یک شنبه با حضور ماموران گفت که حالش بسیار وخیم است. این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، روز دوشنبه 18 تیر ماه گفت که فشار خون خانم ثابت به 18 رسیده و همچنان در بلا تکلیفی در بازداشت به سر می‌برد. رویا ثابت که ساکن امارات متحده عربی است و به ایران سفر کرده بود، 26 بهمن ماه سال گذشته بعد از احضار توسط اطلاعات سپاه شیراز بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه دو روز پیش از آن با ورود به منزل پدر و مادر این شهروند بهایی تمامی وسایل و مدارک شخصی او را ضبط کردند. اتهام این شهروند بهایی اعلام نشده، اما محمد علی روحانیون همسر خانم ثابت میگوید که بازداشت همسرش ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و او تنها به دلیل اعتقادش به دیانت بهایی دستگیر شده است. شرکت آب‌پای رودبار در واکنش به اعتصاب کارگران پیمانکاری که به خاطر 8 ماه حقوق معوقه 2 هفته است که در اعتصاب به سر میبرند، حق بیمه کارگران دست از کار کشیده را لغو کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض اعلام کردند که هدر رفت آب بیداد می کند، شکستگی لوله ها تعمیر نمی شود، کنترها دیر نصب می شود و کار مردم راه نمی افتد، چون ما دیگر حاضر به انجام کار بدون مزد و مواجب نیستیم. کارگران اعتصابی شرکت آب‌پای رودبار خبر دادند که در پاسخ به اعتراض آنها، به جای آنکه مزدشان را پرداخت کنند، تهدیدشان کردند و این شرکت از پیمانکار خواسته تا برای کارگرانی که دست از کار کشیدند بیمه رد نکند. به گفته کارگران معترض، با اینکه این تهدیدها مانع از ادامه اعتصاب نخواهد بود، در این حال برای گرفتن حقوق ناچیزمان همه جا رفته ایم، به هر مسئولی رو انداخته ایم، اما اوضاع روز به روز بدتر و بدتر شده است. تا کنون بیش از 400 تن از ساکنان شهرستان رضوان شهر استان گیلان در اثر ابتلا به مسمومیت‌های مشکوک راهی بیمارستان شدند، در حالی که مسئولان دولتی از اعلام علت اصلی مسمومیت‌ها تفره می‌روند. شواهد آشکار می‌کند که ادغام فاضلاب با آب شرب علت مسئولیت مردم است. محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هم این مسئله را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت در بررسی‌های اولیه از افرادی که به مراکز درمانی مراجعه کردند، علت مسمومیت این افراد آلودگی آب تشخیص داده شده، اما دلیل اصلی این اتفاق در دست بررسی است. آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های پارک ملی کرخه در استان خوزستان که از ظهر
یک شنبه 17 تیر ماه آغاز شد، همچنان در بخش هایی از این جنگل ادامه دارد و باعث افزایش خطر از بین رفتن زیستگاه اصلی گونه های مختلف جانوری از جمله گوزن زرد ایرانی شده است. به گفته مسئولان پارک ملی کرخه، این آتش بامداد دوشنبه 18 تیر ماه با استفاده از ظرفیت های محیطبانی و نیروهای مردمی مهار شد، اما بعد از ساعتی بار دیگر در بخش هایی از این جنگل شعله ور شد. محمد الوندی رئیس پارک ملی کرخه شوش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا پوشش متراکم جنگلی و وزش شدید باد را دلیل گسترش این آتش سوزی عنوان کرد و گفت تیم های محیطبانی علاوه بر تلاش برای خاموش کردن آتش در حال برآورد خسارات های وارد شده به این پارک هستند. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری 18 تیر ماه در وزارت خارجه گفت گفتگوی با واسطه با طرف آمریکایی در فواصل مختلف انجام شده و روند مذاکرات جاری است. ایران پایبند به میز مذاکره است و در مسیر تأمین منافع ملی کشور همواره تلاش داشته که از مسیرهای دیپلماتیک به بهترین نحو استفاده کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین مواضع مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران را مداخله جویانه و غیر قابل قبول توصیف کرد. این سخنان در پاسخ به انتقاد برخی از مقامات دولت‌های غربی در زمینه برگزاری انتخابات غیر دموکراتیک در ایران اظهار شده است. ناصر کنعانی در پاسخ به سوالی درباره رابطه با چین بعد از استقرار دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان گفت رابطه با چین به عنوان یک کشور مهم و مؤثر در منطقه ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب ادعای کارشکنی روسیه برای عضویت ایران در پیمان بریکس گفت پیشرفت‌های زیادی درباره استفاده از کارت‌های شتاب بین ایران و روسیه صورت گرفته است. ناصر کنعانی همچنین درباره موضع جمهوری اسلامی مقابل حمله گسترده اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داد که ایران حمایت از لبنان را یک اصل می‌داند و در موقع مناسب از لبنان حمایت می‌کند.
درگیری‌های نظامی میان حزب الله لبنان و اسرائیل و بحران در نقاط مرزی دو کشور روز یکشنبه ادامه یافت. حزب الله مدعی شد که یکی از مراکز جاسوسی اسرائیل در جبل شیخ یا کوه هرمون را با پهپاد بمباران کرده است. تایمز اسرائیل روز یکشنبه به نقل از منابع نظامی و درمانی اسرائیل گزارش داد که در حملات راکتی و موشکی حزب الله به شمال اسرائیل در این روز 4 تن زخمی شدند که جراحات 2 تن از آنها شدید است. این گزارش میگوید که حزب الله در اولین حمله امروز خود حدود 20 پروند راکت به جلیل سوفلا شلیک کرده که در عمق خاک اسرائیل قرار دارد و در این حمله 1 مرد اسرائیلی مجروح شده است. همزمان با تداوم جنگ در نوار غزه، رسانه‌های مصری به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادند که انتظار می‌رود یک هیئت اسرائیلی شامل مقامات دستاندرکار مذاکرات آزادی گروگان‌ها تا یه چند ساعت آینده برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس موقت وارد قاهره شوند. به پیشبینی این منبع بلندپایه، ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم این هفته برای شرکت در مذاکرات راهی قاهره خواهد شد. از توی کانال 7 تلویزیون اسرائیل روز دوشنبه 18 تیر ماه گزارش داد که رونن بار رئیس سرویس امنیت داخلی شنبت برای ادامه مذاکرات با هدف دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه به مصر پرواز کرده است. این در حالی است که یک مقام حماس روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه با آغاز مذاکرات مبادله گروگان‌ها و زندانیان بدون آتش‌بس دائم موافقت کرده است. گزارش‌ها حاکی است که در جریان حملات تازه روسیه به کیف، پایتخت اوکراین، صدای انفجارهایی در شهر به گوش رسید و دود سیاهی آسمان را فرا گرفت. خبرگزاری‌ها مجموعه کشته‌ها در این حمله روسیه به چند شهر در اوکراین را 20 تن اعلام کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است که روسیه بیش از 40 موشک به خاک این کشور شلیک کرده است. حمله روسیه در طول روز که نادر توصیف شده در روزی انجام شده که رئیس جمهوری اوکراین قرار است که در روز دوشنبه به ورشو پایتخت لهستان سفر کرده و سپس از این شهر برای شرکت در اجلاس ناتو به واشنگتن سفر کند. اجلاس سه روزه رهبران 32 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار است که از روز سه‌شنبه 9 جولای در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده آغاز به کار کند. انتظار می‌رود که تمرکز مذاکرات این هفته سران ناتو بر چگونگی تقویت حمایت از کره جنوبی، ژاپن و اوکراین در برابر تهدید ناشی از همکاری نظامی روبرشت روسیه و کره شمالی باشد. بر اساس گزارش ها 4 کشور استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی که از آنها با عنوان هند و اقیانوس آرام 4 یا IP4 هم یاد می شود به اجلاس این هفته رهبران ناتو دعوت شدند. علاوه بر این سران 3 کشور متحد ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی قصد دارند که در حاشیه این اجلاس با یکدیگر دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه و مسائل عمده دفاعی و امنیتی گفتگو کنند. یک روز بعد از برگزاری دور دوم انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه و نتایج غیر منتظره آن، گابریل اتال نخست وزیر برای استعفا به کاخ الیزه رفت، اما امانوئل ماکرون رئیس جمهور از او خواست که فعلا بر سر کار بماند تا ثبات کشور حفظ شود. ژان لوک ملانشون از رهبران ائتلاف چپ گفته است که امانوئل ماکرون وظیفه و قدرت دارد تا نخست وزیر را از میان چپ ها انتخاب کند. ائتلاف چپ که بیشترین آرا را کسب کرده میگوید که تا پایان هفته نامزد خود را برای نخست وزیری پیشنهاد میدهد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تا 24 ساعت گذشته 2 پهپاد در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن را منهدم کردند. همزمان مأموریت نیروی دریایی اتحادیه اروپا شریک ایالات متحده از انهدام 2 پهپاد حوثی بر فراز خلیج عدن خبر داد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در ادامه سفرهای تازه خود روز دوشنبه 18 تیر ماه در پکن با شی جین پینگ دیدار کرد و چین را کلید ایجاد شرایط صلح میان روسیه و اوکراین نامید. اوربان که با عنوان رهبری اروپایی رابطه نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دارد،
و تا کنون از کمک نظامی به اوکراین خودداری کرده، ساعتی پیشتر سفر اعلام نشده خود به پکن را مأموریت صلح سه نامیده بود. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین، چین هم تلاش کرده که خود را بی‌طرف نشان بدهد و از کمک نظامی به هر دو طرف خودداری کرده، اما با ادامه تعامل اقتصادی به روسیه که هدف تحریم‌های گسترده غرب بوده، بسیار به حکومت پوتین کمک کرده است. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه به نقل از رسانه‌های داخلی چین نوشت که رئیس جمهور این کشور در دیدار با ویکتور اورمان تاکید کرده که قدرت‌های جهانی باید به آماده کردن روند مذاکره مستقیم میان روسیه و اوکراین کمک کنند. لاند برنشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. ویست ساید میدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دسواز زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضله سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاز تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد.
خبرها را دنبال میکنیم. شرکت آمریکایی بوئینگ با وزارت دادگستری ایالات متحده برای اجتناب از محاکمه در پرونده‌های مرتبط با سقوط دو هواپیمای مکس 737 ساخت این شرکت در سال‌های 2018 و 2019 که 346 کشته بر جای گذاشت به توافق رسید. این موافقت نامه که بوئینگ در آن به تقصیر خود اعتراف کرده زمانی حاصل شد که دادستان‌ها به این نتیجه رسیدند که این شرکت هواپیمایی آمریکا توافق قبلی خود را در مورد فجایع مربوط به هواپیماهای بوئینگ مکس 373 خطوط هوایی در اندونزی و اتیوپی زیر پا گذاشته است. توافق موسوم به تعبیق تعقیب قضایی که مربوط به ژانویه سال 2021 است بوئینگ را ملزم به بهبود برنامه‌های خود بعد از این دو فاجعه هوایی کرده بود. بر اساس داده‌های سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیک، ماه جون گذشته گرم‌ترین ماه جون ثبت شده در تاریخ جهان بوده و به این ترتیب 13 ماه پیاپی با رکورد شکنی دما به ثبت رسید. به گفته مدیر این سرویس، این فراتر از یک ناهنجاری آماری است و این روند بی‌سابقه نشان دهنده تغییرات بزرگ و مداوم در اقلیم کره زمین است. وی افزود که این روند تا زمانی که بشر به انتشار گازهایی که گرما را در جو زمین در خود حبس می‌کنند ادامه بدهد، بدون شک ادامه خواهد یافت. نانگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.